همراهان ارجمند، به انگلیسی مثل آب خوردن بسیار خوش اومدید. یک ابهامی برای ما پیش اومده بود که دوستان از کجای دنیا وصل میشن و از کجای دنیا از این درس ها استفاده میکنن. خب ما یه نظرسنجی برگزار کردیم، خیلی به نتیجه دقیقی نرسیدیم. لطفاً تو قسمت کامنت به ما بگید که از کجای دنیا با ما همراه هستید. یه موضوع دیگه، ما تا الان 64 درس از این سری از درس ها، یعنی درس های 11000 عبارت و جمله و اصطلاح انگلیسی رو خدمت شما تقدیم کردیم. آیا واقعا این درس ها به درد شما میخوره؟ آیا واقعا باشون تمرین میکنید؟ آیا گوش میدید؟ آیا باشون تکرار دارید یا نه؟ این رو هم به ما بگید لطفاً. و ضمن اینکه اگر میخواید 63 درس قبلی از این سری و کل این درس ها رو به محض آپدیت شدن در جریانش باشید و بتونید از اونها هم استفاده بکنید، در قسمت پلیلیست میتونید به این درس ها دسترسی داشته باشید. آدرس دسترسی رو همین الان در یوتیوب در قسمت بالا مشاهده هم خواهید کرد. بچه ها با این درس ها اگر خوب تمرین بکنید به رشد بسیار بی‌نظیر و عالی در یادگیریتون خواهید رسید. لطفاً همراه باشید، تمرین بکنید، پیشرفت داشته باشید، به سمت موفقیت گام بردارید. آینده مال شماست، دنیا مال شماست. امیدواریم که بتونید دنیای عالی برای خودتون و آدمهای اطرافتون بسازید، به بشریت خدمت کنید. انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال میکنید. بپردازیم به درس 64 از سری درس های 11000 عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی در زندگی روزمره. He is a troublemaker. He is a troublemaker. He یعنی اوی آقا، is یعنی است، a آرتیکل a برای اشاره به یک نفر یا یک چیز، trouble یعنی دردسر، make یعنی ساختن، maker یعنی سازنده، troublemaker یعنی کسی که دردسر درست میکنه. He is a troublemaker یعنی او یک دردسر سازه، دوچار دردسر میکنه ما رو. He is a troublemaker. He is a troublemaker. Maury is about your age. Maury is about your age. Maury یعنی یه آقایی به اسم Maury، is یعنی است، about یعنی در حدود، هول و هوش. تلفظش رو دقت بکنید، about about your یعنی مال تو، age یعنی سن و سال. Maury is about your age یعنی Maury تقریبا هم سن شماست. Maury is about your age. Maury is about your age. He is just using you. He's just using you. He یعنی او یا آقا، is یعنی است، using حالت استمراری فعل use یعنی استفاده کردن، just یعنی فقط، you یعنی تو. He's just using you در حالت استمراری داره یه خبری رو به شما میده. He is just using you یعنی او فقط داره از شما استفاده میکنه، داره شما رو به کار میگیره، خدای نکرده از شما سوء استفاده میکنه. He is just using you. He's just using you. He is playing around. He is playing around. He یعنی اوی آقا، is یعنی است، playing حالت ing فعل play. در مورد تلفظ play دقت بکنید دوستان، نگفتم play، play. play بین p و l صدایی وجود نداره، پس میشه play و با حالت ing‌ش میشه playing یعنی بازی کردن. He is playing یعنی او داره بازی میکنه. Around یعنی همین هول و هوش، همین دور و بر. و در معنی لغوی he is playing around یعنی او داره بازی میکنه همین اطراف. و در معنی اصطلاحی یعنی او در جماعت وله، تو مردم وله، هی اینور اونور میپلکه، هی اینور اونور میره. He is playing around. He is playing around.
Mori is postmaster at teaching. Mori is postmaster at teaching. Mori یعنی آقای موری is یعنی است. Postmaster یعنی استاد کار، ته استادا. Master یعنی حرفه‌ای، آقا. Postmaster یعنی استاد استادا. At در teach یعنی درس دادن و teaching یعنی کلن اشاره میکنه به درس دادن، تدریس. Mori is postmaster at teaching یعنی موری در تدریس استاد استاداست، استاد کاره. Mori is postmaster at teaching. Mori is postmaster at teaching. Tina regrets very much. Tina regrets very much. تینا یعنی خانم تینا، یه دختر خانومی به اسم تینا. Regret یعنی پشیمان بودن، پشیمان شدن. Regrets در حالت سوم شخص استفاده شده، پس اس سوم شخص رو هم اضافه کردیم به فعلش. Very much یعنی خیلی زیاد. تینا regrets very much یعنی تینا خیلی زیاد پشیمان است، یه کاری کرده خیلی پشیمانه. تینا regrets very much. Tina regrets very much. He took a week leave. He took a week leave. He یعنی اوی آقا، took گذشته take یعنی گرفت در زمان گذشته. A week یعنی یک هفته. Leave یعنی ترک کردن و در اینجا یعنی مرخصی. He took a week leave یعنی او یک هفته مرخصی گرفت. خوش به حالش رفته خوشی. امیدواریم که برای خوشی رفته باشه، مریض نشده باشه. He took a week leave. He took a week leave. Mori took Julie tear out. Mori took Julie tear out. Mori یعنی یه فردی به اسم موری یا آقایی به اسم موری. Took گذشته یه take که میشه took. Julie یه خانوم به اسم جولی. Tear یعنی اشک. Took out یعنی بیرون آوردن، یه فعل عبارتی است. و موری توک جولی تیر اوت یک اصطلاح، یعنی موری اشک جولی رو در آورد. موری کاری کرد که جولی اشکش در بیاد، گریش در بیاد. موری توک جولی تیر اوت. موری توک جولی تیر اوت. هیون هلپ موری. Heaven help Mori. Heaven یعنی بهشت. Help یعنی کمک کردن. Mori یعنی آقای به اسم Mori. Heaven help Mori یک اصطلاح هست به معنی خدا به داد Mori برسه، خدا Mori رو کمک کنه. Heaven help Mori. Heaven help Mori. He is eating an apple. He is eating an apple. He یعنی اوی آقا. Is eating در حالت حال استمراری استفاده شده، یعنی او دارد میخورد. He is eating یعنی او دارد میخورد. An apple یعنی یک سیب. آرتیکل an به این دلیل استفاده شده که حرف اول از کلمه اپل صدادار گفتاری است، پس دیگه نمیگیم a apple، میگیم an apple. He is eating an apple یعنی او دارد یک سیب میخورد، نوش جونش. He is eating an apple. He is eating an apple. He is not okay at all. He is not okay at all. He is not okay یعنی او اوکی نیست.
او سرحال نیست، قبراق نیست. At all یعنی در کل. He is not okay at all یعنی او در کل حالش خوب نیست. در کل روبراه نیست. خدا کمکش کنه. He is not okay at all. He is not okay at all. Hey bud, how are you? Hey bud, how are you? Hey یعنی سلام در حالت گفتار عامیانه به عنوان سلام استفاده میشه. Bud مخفف buddy یعنی رفیق، دوست، دوست خیلی نزدیک. How are you یعنی چطوری که دیگه میدونید. تلفظش رو دقت بکنید. How are you, how are you یا چیز دیگری نیست. How are you. Hey bud, how are you یعنی hey رفیق چطوری. Hey bud, how are you. Hey bud, how are you? His teacher liked him. His teacher liked him. His teacher یعنی معلم اوی آقا. Like یعنی دوست داشتن و liked یعنی دوست داشتن در زمان گذشته. Him یعنی او را، اوی مذکر را. His teacher liked him یعنی معلمش او را دوست داشت. His teacher liked him. His teacher liked him. Heaven help us. What is next? Heaven help us. What's next? Heaven یعنی بهشت. Help یعنی کمک کردن. Us یعنی ما را. What is next؟ Next یعنی بعدی. What is یعنی چیه. What's next یعنی بعدش چیه. بعدن چه اتفاقی خواهد افتاد. Heaven help us. What's next یعنی خدا به دادمون برسه. بهشت به دادمون برسه. بعدش چی میخواد بشه. بعدش چی. Heaven help us. What's next. Heaven help us. What's next? Plants absorb nutrients from the soil. Plants absorb nutrients from the soil. Plant یعنی گیاه. Plants یعنی گیاهان. Absorb یعنی جذب کردن. Nutrient یعنی ماده غذایی. Nutrients یعنی مواد غذایی. موادی که مغذی هستند. From یعنی از. Soil یعنی خاک. The soil یعنی اون خاک مشخص که در موردش داره صحبت میکنه. Plants absorb nutrients from the soil یعنی گیاهان مواد غذایی رو از خاک جذب میکنن. نوش جونشون. Plants absorb nutrients from the soil. Plants absorb nutrients from the soil. Dark surfaces absorb heat. Dark surfaces absorb heat. Dark یعنی تاریک، تیره. Surface یعنی سطح. Surfaces یعنی سطوح. Absorb یعنی جذب کردن. Heat یعنی گرما. Dark surfaces absorb heat یعنی سطوح تیره گرما را جذب خودشون میکنن. Dark surfaces absorb heat. Dark surfaces absorb heat. Hope keeps man alive. Hope keeps man alive. Hope یعنی امید، آرزو، آرزومندی. Keep یعنی نگه داشتن. Keeps اسش به خاطر سوم شخص استفاده شده و برای hope. Man یعنی انسان، مرد. Alive یعنی زنده. Hope keeps man alive
یعنی امید انسان را زنده نگه می دارد. امیدوارم که امیدهای شما در دلتون همواره زنده باشه و همواره سربلند و تندرست باشید. Hope keeps man alive. Hope keeps man alive. God help us if this doesn't work. God help us if this doesn't work. God help us یعنی خدا به دادمون برسه، خدا کمکمون کنه. If یعنی اگر، this یعنی این، حالا اشاره میکنه به اون دستگاه یا حالا چیزی که هست. Does not work یعنی کار نکنه. Work یعنی کار کردن. God help us if this doesn't work یعنی خدا به دادمون برسه اگه این کاری که کردیم یا اگر این دستگاهی که راه انداختیم کار نکنه. God help us if this doesn't work. God help us if this doesn't work. We got a little hot under the collar. We got a little hot under the collar. We یعنی ما، got یعنی گرفتیم، به دست آوردیم. Little یعنی کوچک یا مقدار کمی. Hot یعنی داغ. Under یعنی زیر. Collar یعنی یقه پیراهن. We got a little hot under the collar از نظر لغوی یعنی زیر یقمون یک کم داغ شد، ولی از نظر اصطلاحی یعنی ما کمی عصبانی شدیم. We got a little hot under the collar. We got a little hot under the collar. How did Peter get hurt? How did Peter get hurt? How یعنی چگونه، did گذشته do در زمان گذشته، Peter یعنی پیتر، آقای پیتر، get یعنی به دست آورد یا شد، heart یعنی صدمه دیدن، get hurt یعنی صدمه دیدن. How did Peter get hurt یعنی پیتر چطور صدمه دید، چطور اون اتفاق براش افتاد و صدمه دید. How did Peter get hurt؟ How did Peter get hurt؟ How did I know that؟ How did I know that؟ How یعنی چگونه، did فعل کمکی و گذشته do، I یعنی من، know یعنی دانستن، that یعنی آن، یعنی آن موضوعی که در موردش داره صحبت میکنه. How did I know that یعنی من چطور باید میدونستم اون موضوع رو، من چطور باید میدونستم. How did I know that؟ How did I know that؟ How did Tara do that? How did Tara do that? How یعنی چگونه، did گذشته do و فعل کمکی، Tara یعنی خانم تارا، do یعنی انجام دادن، that اشاره میکنه به اون کاری که داره در موردش صحبت میکنه. How did Tara do that یعنی تارا چطور اون کارو کرد، چطور از پس اون کار بر اومد، چطور انجامش داد. How did Tara do that؟ How did Tara do that؟ How do you spell that word؟ How do you spell that word؟ How یعنی چگونه، do یعنی انجام دادن، you یعنی تو، spell یعنی هجی کردن، تکرار کردن کلمه به کلمه، حرف به حرف، that یعنی آن، word یعنی کلمه، that word یعنی اون کلمه. How do you spell that word یعنی چطور اون کلمه رو هجی می کنید؟
How do you spell that word? How do you spell that word? How much altogether? How much altogether? How یعنی چقدر، چگونه، much یعنی اندازه، how much یعنی چقدر، together یعنی با هم، all together یعنی کلن روی هم، how much all together یعنی کلن روی هم چند، کلن روی هم چقدر. مثلا رفتید مغازه بعد میخواید بگید که کلن روی هم چقدر میشه، how much all together. How much altogether? How much can I take? How much can I take? How much یعنی چقدر، can یعنی توانستن، I یعنی من، take یعنی تحمل کردن، در اینجا معنی لغویش یعنی برداشتن. How much can I take در معنی لغوی یعنی من چقدر میتونم بردارم، و از نظر اصطلاحی یعنی مگه من چقدر میتونم تحمل کنم، مگه من چقدر میتونم تاب بیارم. How much can I take? How much can I take?